خیلی ها در نظام فکر میکنند اگر در آمریکا دموکرات ها بیایند می به برجام بازگردند و تحریم ها برداشته میشود. این یک توهم بیشتر نیست اگر بایدن هم بیاید و به برجام هم برگردد برجام آن شامل برنامه موشکی حضور منطقه عدم شفافیت تراکنش های مالی و حقوق بشر خواهد بود که این موارد خوشایند نظام نیست این بخشی از مقاله روزنامه حکومتی شهر بود که گفتیم همراه میشیم با بخش بررسی روزنامه های حکومتی 11 همه آبان ماه سلام میکنم به شما مسعود آماده گوش دادن به گزارش امروز هستیم سلام به شما و سلام و درود به همه بینندگان و همیهنان عزیز در هر کجا که هستیم توی روزنامه های حکومتی 11 آبان تلاش شده که بحران های اقتصادی اجتماعی و بنبست و انزوای جهانی این نظام میون زوزه های ضد استکباری و علم کردن بقای فرانسه استطار بشه اما فراگیری کرونا کنار امواج گرونی ها, ها که از اوضاع بحرانی رژیمه ابعاد ورشکستگی نظام و فضای انفجاری جامعه به حدیه که تو هر زمینه کارشناس های حکومتی به این فضای انفجاری و به قول خودشون شکاف پرناه شدنی بین مردم و نظام از آن کردن مثلا روزنامه آرمان توی مطلبی به عنوان ترامپ یا بایدن مسئله این نیست تو بررسی پیامدهای های پیروزی هر کدوم از کاندیداهای های ریاست جمهوری آمریکا از وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی کرده و از جمله نوشته که تجربه برجام هم نشان میدهد حل مناقشه با آمریکا زمانبر است فشردن یک دکمه نیست حل این مناقشه چهل ساله بعید است در کمتر از یک دهه امکان پذیر باشد. کاهش تنش با آمریکا برای کاستن از فشار بر مردم و اقتصادی که زیر بار در حال له شدن است ضرورت دارد. شرقم تو همین زمینه البته از یه زاویه دیگه به بنبست رژیم اشاره کرد و به نقل از یه اقتصاددان نوشته خیلی ها به ویژه دولتی ها انتظار دارند که حزب دموکرات و بایدن پیروز انتخابات آمریکا شوند فکر می کنند که اگر دموکرات بیایند می توانند باب گفتگو با آمریکا را باز کنند و به برجام بازگردند مجددا تحریم ها برداشته می شود و ایران می تواند مذهبشون نظامه با کشورهای جهان مبادلات داشته باشد البته به نظر من این یک توهم بیشتر نیست اگر قرار باشد که دموکرات پیروز بشوند و اینطور که نظام انتظار دارد به برجام بازگردند این برجام دیگر برجام سابق نیست که فقط مسئله هسته ای را هدف گرفته باشد مسائل بسیار زیادی مثل مسائل مربوط به موشک های بالستیک و کروز حضور در خاور میانه مسئله عدم شفافیت تراکنشهای های مالی ایران مسائلی از قبیل حقوق بشر و غیر و غیره مطرح خواهد شد که این موارد خوشایند نظام نیست روزنامه آفتابی ازم در مورد چشمانداز اقتصادی سال آینده به نقل از راغفر اقتصاددان حکومتی نوشته این دولت تا توانسته از ظرفیت های درآمدی دولت بعدی خرج کرده و آنها را بدهکار کرده است و عملا فرصتی برای اصلاح امور فراهم نکرده و به یک معنایی همه راه های پیش روی دولت بعدی را کاملا بسته به نحوی که آنها بجز مسیری که تاکنون طی شده نتوانند بپیمایند و ادامه وضع موجود قطعا جامعه با بحرانهای عمیقتری مواجه خواهد شد دولت هم کاملا در قبضه منافع رانت خاران و صاحبان ثروت و قدرت است بنابراین هیچ امیدی به اصلاح بودجه در سال آینده نمی ولی مسعود توی روزنامه ها روی چه بحران که الان نظام باشون درگیر هستش بیشتر انگوش میذارن خب توی این رابطه باید بگم که توی روزنامه های هر دو باند حاکم نسبت به پیامدهای شکاف عمیق طبقاتی حشرا دارن مثلا روزنامه آفتابی از نوشته در شرایطی که رقابت شدیدی میان نان و مردم شکل گرفته میان آغازاده ها نیز رقابتی در این باب که چه کسی لاکچری تر زندگی می کند مطرح است حال جوهر ارزم اینجاست غلای قوم در کنار مراقبت از تحرکات دشمن باید تحرکات این طیف را هم رسد کنند همانقدر که دشمن به ما ضربه وارد می کند اینها هم ضربه می زنند. چه بسا بدتر و سهمین و روزنامه جهان سنت هم عنوان یک نهاد پژوهشی دولتی مطرح کرد سفره ایرانی ها کوچکتر شد آمارو ارقام وزارت صنعت معدن و تجارت رژیم در مورد کوچیک شدن سفره های اخشار مختلف و آورده و تاکید کرده که در بازه زمانی اسفند ماه 1397 تا شهریور ماه 1399 انواع ماکارونی برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشتند انواع چای انواع شکر برنج ایرانی تخم مرغ انواع قند و لبنیات نیز بین 60 تا 91 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند پوشاک و کفش نیز 55 درصد افزایش قیمت داشتند بله اینم یه گوشه دیگه از وضعیت مردم ما و دستاوردهای نظام بلایی خیلی ممنون از همه شما در شرایطی که پاندمی کرونا کشورهای مختلف رو درگیر کرده دولت ها به بخش درمان و به طور مشخص به پرستاران و کادر درمانی بیشترین رسیدگی رو میکنن چرا که بیشترین فشار روی کادر درمان هست و لازمه که از هر نظر به اونها رسیدگی بشه تا هم سلامت خودشون تضمین داشته باشه و هم بتونن با روحیه بالا به بیماران رسیدگی بکنن اما وقتی به ایران میرسیم ایران تحت حاکمیت آخوندها این معادله دقیقا برعکس میشه نه فقط هیچ رسیدگی به کادر درمان و پرستارها نمیشه بلکه حتی مقامات وزارت بهداشت رژیم اعتراف میکنن چند ماه هستش پرستاران حتی حقوق هم نگرفتن حقوقی که کمی بیشتر از 100 دلار در ماهه و 4 تا 5 بار زیر خط فقره اما چرا پرستاران ایران باید در چنین وضعیتی باشند؟ گزارشی تحقیقی کارشناسی سلام پرستاران یکی از اقشار زحمتکش در جامعه هستند که برای سلامت جامعه تلاش می کنند به خصوص در شرایط کرونا این تلاش و جایگاه کاری اونا نقش ویژه پیدا کرده همچنین پرستاری از مشاقل سخته به خصوص در شرایطی که وضعیت شهرهای ایران به لحاظ گسترش ویروس کرونا از قرمز هم فراتر رفته پرستاران در این شرایط با فداکاری در حال جنگ با کرونا هستند اما حاکمیت ولایت فقیه هیچ گونه حمایتی از اونها نمیکنه به طوری که در رسانه های رژیم می بینیم که بیش از 90 درصد پرستاران از شرایط کاری و میزان حقوقشون ناراضی موج جدیدی از مهاجرت پرستاران از ایران شروع شده اما چرا یکی از مشکلات پرستاران فشار کاری روی اوناست دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری رژیم اردیبهشت به 98 زمانی که حتی کرونا در ایران نبود گفت کشور با کمبود 125 هزار پرستار روبروه روشنه که فشار کار ناشی از کمبود این میزان پرستار روی بقیه تخلیه میشه متوسط جهانی نیروی پرستار به تعداد تخت 256 در کشور استرالیا آمریکا کانادا این رقم البته 6 و 7 و در بعضی کشورها این عدد به 7 هم میرسه اما در ایران این نسبت 7 تا 9 دهمه که باز هم این آمار مربوط به قبل از کرونا و بالا رفتن میزان بیماران کرونایی باعث شده که این نسبت پایینتر هم بیاد در این شرایط فشار روی پرستاران بالاتر میره که این امر باعث بالا رفتن درصد خطای انسانی میشه که هم روی خودشون و هم روی بیمار خطر رو بالاتر میبره شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در این زمینه گفتش که حداقل سی هزار پرستار مبتلا به کووید 19 شدند وزارت بهداشت رژیم اما مدعیه که سالانه ده هزار تخت بیمارستانی ایجاد میکنه اما این عدد خارج از درست و غلط بودنش اصلا معیار و شاخص مثبتی نیست چون طبق معیارهای جهانی مهمتر از تعداد تخت و تجهیزات اینه که به ازای هر تخت دونیم پرستار باید استخدام بشه که در رژیم این کار انجام نمیشه همین شریفی مقدم در رابطه با استخدام پرستاران میگه که میزان استخدام پرستاران در سال 97 تقریبا صفر بوده سال 98 هم حدود ده هزار مجوز استخدام دادن که از این تعداد فقط ۴ هزار تا استخدام شدند. در سال 99 هم هیچ استخدام جدیدی در کار نبوده این در حالیه که سالانه سه تا چهار هزار نفر از پرستاران به دلیل بازنشستگی و موضوعات دیگه از ریل کار خارج میشن حال تو این وضعیت حقوق پرستاران پرداخت هم نمیشه حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم اومد گفت پرسنل بهداشتی ما نه کارانه نه اضافه کار و نه حتی اصل حقوقشون رو دریافت نمیکنند که این اصل حقوق حتی از قانون کار رژیم هم کمتره اما اجازه بدید یک مقایسه ساده بین دستمزد پرستار در ایران و آمریکا داشته باشیم در آمریکا پرستار برای 7 ساعت کار در روز ماهیانه 4000 دلار حقوق میگیره اما تو ایران پرستار برای ده 12 ساعت کار که البته بعضی مواقع تا 20 ساعت هم میرسه 120 دلار حقوق میگیره یعنی پرستار آمریکایی نزدیک به 34 برابر یک پرستار ایرانی دستمزد دریافت میکنه در حالی که گرونی ها در این شرایط طوریه که هزینه های خانوار ایرانی به دلار محسوب میشه تو این شرایط که سونامی کرونا قوقا میکنه رژیم هیچ حمایتی از پرستاران نمیکنه بسیاری از پرستاران با قراردادهای 89 روزه استخدام میشن و با اتمام این دوره از کار بیکار میشن تو این رابطه 536 پرستار داوطلب گیلانی که با همین قراردادهای 89 روزه استخدام شده بودند با پایان قراردادشون بیکار شدند در حالی که بیمارستان ها به شدت از کمبود پرستار رنج میبرند سختی کار، نبود امنیت شغلی، حقوق ناچیز و انواع و اقسام فشارها به این پرستاران باعث شده که موج جدیدی از مهاجرت از ایران را شروع کنند. رژیم تصمیم گرفت برای مقابله با کرونا یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی اختصاص بده. اما به گفته نمکی وزیر بهداشت رژیم 27 درصد این بودجه رو به وزارت بهداشت رژیم دادند. نمکی میگه مثلا نمیدونم از مقابل با کرونا مهمتر چه کار دیگه ای دارن که بودجه رو نمیدن اما برای اختصاص دادن 200 میلیون یورو به سپاه تروریستی قدس لحظه ای درنگ نمی کنن تروریست های حزب الله لبنان ماهیانه به طور متوسط 1800 دلار حقوق می گیرن که تماما رژیم پرداخت میکنه اما پرستار ایرانی باید با حقوق 120 دلار کار کنه که تازه اون رو هم بهش نمیدن روحانی گفتش 27 مهر تحریم تسلیحاتی تموم میشه و میتونیم سلاح خرید و فروش کنیم اما توضیح نمیده که چطور برای خرید سلاح پول دارند اما برای حمایت از پرستاران و بیماران کرونایی البته بودجه ای ندارند و جامعه رو به حال خودش رها کردند این فشار به مردم و از جمله پرستاران و رها کردن مردم در سونامی کرونا و در شرایطی که گرانی هم بیداد میکنه فنر خشم مردم رو فشرده تر میکنه فنری که رژیم خوب میدونه باز خواهد شد و نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان روز 28 مهر یک بسیجی که از مهره های فعال دستگاه سرکوب رژیم بود بعد از مزاحمت برای جوانان در تهران پارس با خشم جوانان روبرو شد و رسانه های حکومتی از حلاکت این بسیجی به دست جوانها خبر دادند. این موضوع باعث موجی از ترس در بین کارگزاران رژیم و بسیجی ها شد تا جایی که پاسدار نقدی حتی مجبور شد به خونه این بسیجی بره و تلاش کنه که با این کارش به سایرین یه روحیه ای بده اما یا این وضعیت ناشی از سست بودن وضعیت نیروهای رژیم نیست گزارش کوتاه و قضاوت با شما در مهر یک بسیجی مزاحم به دست جوانان شورشی تهران پارس به قتل رسید کشته شدن این بسیجی سرکوبگر موجب واکنش بسیاری از سران رژیم شد خامنه ایم. مقابله با منکرات مأموریت ناجاست و ریشه بینظمی و ناامنی در کشور منکرات است آخوند رئیسی اجازه نمیدهیم دهیم خونه ایشان پایمار شود و قاتلان و مسببان این حادثه را به سزای عملشان می رسانی. آخوند ادیانی باید برخورد با ارازل و با شدیدتر شود تا جرأت نکنند رفتارهای وحشیانه خود را انجام دهند مجلس رژیم هم بیانیه ای صادر کرد و از این بسیجی حمایت کرد شماری از نمایندگان مجلس رژیم هم برای دلجویی به خانه بسیجی کشته شده رفتند در تاریخچه این رژیم از رئیس جمهور تا نخست وزیر تا لاجوردی و بسیاری از مقامات آن کشته شدند آیا این نگرانی ناشی از سوس بودن بنیاد بسیج و نیروهای امنیتی نیست